از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نورا در چار سوی سینه من جا تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. عرق نگاه من آیین مهران از چشمه های صاف و صفا بخش خانده ارزن نمی ارزن. عروس بخت را در بر گرفتن یا به زر یا زور به اشک و آه گل رویان تردامن نمی ارزن. بگو تا شهرزاد قصه گو با پادشه گوید هزار و یک شب شادی به یک شیون نمی ارزن. غرور سرفرازی ها ز سرداری و سالاری به ننگ بوسه بر دستان اهریمن نمی ارزد.
ز ایمانی که از حرمش شقایق می شود پرپر دلی بی سوز اگر باشد سر سوزن نمی ارزد. بساط زندگی هرچند شیرین و طربناک است به غمگین لحظه های تلخ برچیدن نمی ارزد. به آتش می کشم روزی قوای خود پرستی را، خوشون پیری که می داند به پیراهن نمی ارزد. من از کوتاهی عمر حباب جام دانستم که دنیا بیمه و مستی به یک دیدن نمی ارزد. ببین اهر من با دیارم چه کرد، دیاری که من دوست دارم چه کرد. من از مهر آن خاک سرشار بودم، به این عشق دیوانه وارم چه کرد. به مردم دلی در جهان شهره بودم، به نامردمی شرمسارم تو کردی. به دست افتادگان به افتادگی خار و زارم چه کرد. جهان من بودم و عشق جهانی پر از کینه بارم. من کشوری معتبر بودم، اما تو با آن همه اعتبارم چه کرد. اگر کم تز برگ سر بود ریالم، تو با هفت تومانی دلارم چه کرد. به هر حیله ای هستیم را رو بود ندارم چه کرد. زیر لب تشنه کربلا روزه خواندم، به لب تشنگان دیارم چه کرد. گلوگاه آزادگان را بریدی، تو بدبخت با بختیارم چه کرد. تو حتی به یک مرده رحمی نکردی، به شاه علی شه بی مزار چه کرد. تو با ذات پروردگارم چه کرد. بشر چه با تو با کونش کامکارم چه کردی. تو دشمن اول سرزمینم، به این آخرین ببین اهر من با دیارم چه کردی. دیاری که من دوست دارم چه کردی. من از عشق آن خاک سرشار بودم، به این عشق دیوانه وارم چه کردی. چه کردی تمام جهان بود و من بودم و جهانی پر از کینه بارم چه کردی. به هر کشوری معتبر بودم، اما تو با آن همه اعتبارم چه کردی.
هر حیله ای هستیم را رو بودی نگه کن بدارو ندارم چه کردی دلت تشنه کربلا روز خواندی دلت تشنگان دیارم چه کردی دلت تشنگان دیارم چه کردی همه دست افتادگان میگرفتم به افتادگی آرزارم چه کردی به هر حیله ای هستیم را رو بودی نگه کن بدارو ندارم چه کردی دلت تشنه کربلا روز خواندی دلت تشنگان دیارم چه کردی دلت تشنگان دیارم چه کردی همه دست افتادگان میگرفتم به افتادگی آرزارم چه کردی گلوگاه آزادگان را بریدی به تاریخ پر افتخارم چه کردی دشمن اول سرزمینم به این آخرین یادگارم چه کردی به این آخرین یادگارم چه کردی به این آخرین یادگارم چه کردی عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد چی بگم از مسعود سپنده عزیزم در عشق دیدار میهن رفت طرفت پیشم باش یک گفتگوی داشتم که دیدید حالش خوب نبود خودش مایل بود در مورد عماد و خراسانی مهمونی داده بود تفلی که همین استاد ذوالفنون اونجا بود فریدون مشیری بود بعد استاد ذوالفنون پسرش یه ترانه از نگاه یاران به یاران برو خوند و اینا ماشاءالله یادت درود بر شما جناب استاد اوستا و درود بر عاشقان ایران درود بر کسانی که دلشون برای ایران میتپه درود بر کسانی که هنوز در اختیار ایران هستن نه در اختیار بیگانه و بیشرف و بی همه چیزها الان در از نگاه یاران به یاران ندا میرسد
از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد وطن به سوی تو پرواز میکنم با عشق به آسمان و زمین ناز میکنم با عشق کبوتران بر گرد سر تو میگردم هوای دولت شهباز میکنم با عشق ز عشق شوق به بامت ستاره میبارم نگاه کن که چه اعجاز میکنم با عشق دوباره از دل خاک سر تو برمیخیزم دوباره زندگی آغاز میکنم با عشق به کام تشنه آزادگان باده به دست به کام تشنه آزادگان باده به دست چه باده ها که پسنداز میکنم با عشق مسعود من به هرچه قفل دلم را بخیل میبندم به هرچه قفل دلم را دخیل میبندم زه هرچه بسته چرا باز میکنم با عشق سپندگونه مسعود سپندگونه بر آتش اگر فشاندنم وطن به سوی تو پرواز میکنم با عشق مسعود من رفت عاشق میهن ماند رفت آخرین دیدارش در دلش ماند از وطن پر حماسه‌ای که سرود برای من ناریایم از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قله های سرفراز از قعر درهای دل افروز بدرود مسعود سپهر بدرود نازنین آقای سپهر بفرم شعر مشدی باز دو سلاغه موقع کار یره ورخیز بلند شو کارت نه فقط داد و هواره یره ورخیز از کنج خنک تا به خیابون دو قدم نیست هرچی که مخی اونجا تیاره یره ورخیز ای وای که جوانار مکشن یا که مدزدن دانشجو مگر بلگ چناره یره ورخیز عشقای منهار سر قبرا نمیبینی؟ عشقای همشا شم مزاره یره ورخی دلخ میکنه تیچید توی خیابون و بیابون دلخ یعنی گرد و خاک خواستاره که این سگ هاره یره ورخی بعد آخرش میگم که بچه مشد از دشمن ایران نمترسه تا سر دره سر مشکنه یاره یره ورخی مهربان یار یمو یره یره سپاس های سپاس از نسل آفتاب از شهد مهتاب از اوج قله های سرافراز
تمامی قرن هاست که از گیرد باد حادثه ها جان گرفت است برخی نگاه من آیین مهر از چشمی چشمه های صاف و صفا قامت چیست ای موالی ای عجم
سودای خامت چیست؟ پس چرا از ما نمی ترسی؟ پس چرا بر خود نمی لرزی؟ بابک اما رای دیگر داشت. کشتی اندیشه در دریای دیگر داشت. در نگاهش مرگ آسان می نمود، اما زندگی در باورش معنای دیگر داشت. تن میان جمع و دل در جای دیگر داشت. زیر لب نجوای دیگر داشت. زنده باید بود و شادی کرد. مام بوم خیش را باید نگهبان بود با پیام راستی. با مردمان بایست رادی کرد.
آسودگی جان باخت. او روانش را ز ننگ بردگی پرداخت. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. باز ملای پلید و شیاد، آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگت با شیخ بیچاره، چه بی تدبیری، با همه خلق جهان درگیری، جان شیرین جوان میگیری، میزنی تیشه به فرق فرهاد. اهرمن ننگت باغ، باغ در دست تو ناپاک افتاد، سر پای خس و خاشاک افتاد، قنچه پرپر شد و بر خاک افتاد، میچکد خون ز گلوی فریاد. اهرمن ننگت باغ، ای که در کار ولایت لنگی، سر به سر نام نداری ننگی، با خداوند خرد می جنگی، بشکند این کمر استبداد. اهرمن ننگت با اهرمن، این هیجان می بینی، خیزش نسل جوان میبینی، نعره شیر زنان میبینی، این ندا بود که آوا سر داد. اهرمن ننگت با، گوش کن گوش، صدا میپیچد، این صدا در همه جا میپیچد، میرود پای خدا میپیچد، دختر ملت ایران جان داد. اهرمن ننگت با، اهرمن قلب سیاهی داری، نفرت انگیز نگاهی داری، آدمی خوار سپاهی داری، دیر یا زود دهندت برباد. اهرمن ننگت با، دوستان گرامی، درود بر شما. ما در زندگی ما تا وقتی با یه نفر دوست میشیم، 30 سال 40 سال دوست میشیم و بینیم هنوز نشناخته میشیم، و بعضی ها 30-40 سال دوست میشیم مثل که 2500 سال پیش میشیم. این آقای سیاوش اوستا از دومی هست، این در واقع میشه که 2500-7000 سال پیش میشیم. انسانی آگاه، انسانی مبارز، انسانی دلیر، انسانی اهل دل، اهل شعر، اهل موسیقی. واقعا یکی از افتخارات من که سیاوش عزیز دوستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشه. کتابایی که نوشته اکثرا آموزنده است، خودم هم استفاده کردم، به دوستان دادم استفاده کردم.
و کارش کارستانه و امیدوارم روزی روزگاری کار موفق‌تر بشه و شاید اینقدر این کتاب ارزش داره که روزی باید در مدارس ایران حتما صحبت بشه و تدریس بشه.